درگیری قطعه گرگ مارشال عبدالرشید دوستم با طالبان. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. درگیری قطعه گرگ مارشال عبدالرشید دوستم با طالبان. به نقل از صفحات اجتماعی، جزئیات مکمل از درگیری قطعه گرگ با گروه طالبان. قطعه گرگ و قطعه آزادی در ولایات سمت شمال به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم ایجاد گردیده است. قطعه مرگ دو شب پیش عملیات خود را در مقابل طالبان تروریست در خماب شبرغان و بلخاب سرپل آغاز نمود که در نتیجه بیشتر از 30 طالب کشته و زخمی شدند. طالبان از چهار طرف بالای قطعه گرگ یورش بردند تا میخواست قطعه گرگ را نابود کنند، اما موفق نشدند. در نتیجه طالبان مجبور به ترک ساحه شدند. روز به روز فعالیت قطعه گرگ در ولایت سمت شمال در حال گسترش است. راحله دوستم موجودیت این دو قطعه را به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم تایید کرد و وعده سپرد که مارشال عبدالرشید دوستم به زودی وارد خاک افغانستان می شود. در همین حال، به نقل از اطلاعات روز، ملا یعقوب مجاهد در فاریاب: مخدوم عالم اگر مجرم باشد خودم او را مجازات می کنم. ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان در اظهارات در ولایت فاریاب گفته است که مخدوم عالم فرمانده ازبک تبار این گروه اگر مجرم باشد خودش او را جزا خواهد داد. مخدوم عالم از چندی به این سو در بازداشت طالبان است. هواداران آقای مخدوم در اعتراض به بازداشت او دست به تظاهرات زدند و ادعا داشتند که مخدوم عالم به خاطر اینکه از قوم ازبک است بازداشت شده است. طالبان اما میگویند که مخدوم عالم متهم به دست داشتن در پرونده آدمربایی است. ملا یعقوب در سخنرانی خود که امروز شنبه نهم دل از سوی وزارت دفاع طالبان منتشر شده میگوید که مسئله قومیت مطرح نیست و کسی که مجرم است مجازات خواهد شد و از کسی که مظلوم باشد دفاع می شود. او تاکید کرد که مخدوم عالم در حال حاضر مجرم نه بلکه متهم است. سرپرست وزارت دفاع طالبان در ادامه افزود که دادگاه طالبان حق دارد که حتی خود او را از پشت تریبیون بازداشت و زندانی کند و هیچ کسی حق ندارد در حمایت از او از چوکی برخیزد. مخدوم عالم یکی از فرماندهان ارشد طالبان ازبک تبار است که در نخستین روزهای حاکمیت این گروه بر افغانستان به حیث معاون ولی این گروه برای ولایت سرپل تعیین شده بود. او پیش از آن رئیس کمیسیون نظامی طالبان در فاریاب بوده است. نقیب الله فائق ولی سابق فاریاب مخدوم عالم را به عنوان ارشدترین فرمانده ازبک تبار طالبان یاد کرده و گفته بود که او به دستور ملا فاضل آخوند معاون وزارت دفاع این گروه بازداشت شده است. فائق طالبان را متهم کرده بود که بعد دنبال تصفیه صفوف خود از حضور ازبک تباران است. در عین حال خبرگزاری خامه پرس می نویسد: روسیه: ما آماده میزمونی مذاکرات میان طالبان و گروه های مخالف آنان هستیم. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده است که مسکو آماده میزبانی مذاکرات بین طالبان و گروه مخالف آنها هستند.
معاون بخش اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه 8 دل در کنفرانس خبری گفت که روسیه آماده میزبانی مذاکرات بین دو طرف است. این اظهارات در حالی است که هفته گذشته برخی منابع گفته‌اند که ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزراء و ملا یعقوب، وزیر دفاع طالبان برای دیدار با مقامات روسی مخفیانه به روسیه سفر کرده‌اند. برخی منابع روسی نیز بر رسانه‌ها گفته‌اند که احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، به مسکو برای ملاقات با مقامات طالبان رفته است. پیشتر از این احمد مسعود و امیر اسماعیل خان، رهبر جهادی، با امیر خان متقی، وزیر امور خارجه طالبان در ایران دیدار کرده اند. آقای متقی در دیدار بر رسانه ها در مورد این سفر گفته است که آنها را به بازگشت به افغانستان دعوت کرده است. روسیه قبلاً خواستار تشکیل دولت فراگیر در افغانستان شده بود. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید که آنها هرگز اجازه نمی دهند که مقامات پیشین دولت در حکومت شرکت کنند. با گفته وی اگر هدف امریکا و کشورهای غربی از دولت همشمول کرسی دادن به مقامات پیشین است، این هرگز امکان پذیر نیست. در همین حال خبرگزاری کابل می نویسد ممانعت طالبان از خروج نیروهای مولوی نجیب راقی از پنجشیر. منابع محلی از ولایت پنجشیر گزارش می دهند که یک گروه حدود 100 نفر از افراد تحت امر مولوی نجیب راقی که در ولسوالی پریان پنجشیر مستقر بودند، امروز می‌خواست این ولایت را ترک کنند که از سوی گروه دیگر طالبان متوقف شده و تلاش کردند تا آنان را خلح صلاح کنند. این تنش پس از چند ساعت با پادرمیانی مسئولین طالبان حل شده است. قرار اطلاعات رسیده یک گروه تازه نفس از طالبان در پنجشیر مستقر شده اند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.